سلام دوستای عزیزم، من شیما هستم و با یک شیما تیوی دیگه در خدمتتون هستم. پس از دعوای پرحاشیه‌ای دو سال قبل در فضای مجازی، حکم شکایت سیروان خسروی از بهار رهنما در دادگاه تجدید نظر صادر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال دعوای این دو هنرمند در فضای مجازی که دو سال پیش رخ داد، سیروان خسروی از بهار رهنما شکایت کرد. در ادامه اخبار زد و نقیزی درباره این موضوع به گوش می رسید تا اینکه سیروان ساعتی قبل عکس حکم شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران را منتشر کرد. بر این اساس رأی دادگاه علیه بهاره رهنما 50 ضرب شلاق تعزیری به جرم افترا و نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت است. اما در متن حکم منتشر شده از سوی سیروان خسروی این نکته ذکر شده است: به علت فقدان سابقه کیفری متهم و همچنین وضعیت اجتماعی ایشان، با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 40 همون قانون تعلیق گردیده. اما داستان دعوای سیروان خسروی و بهار رهنما به دو سال پیش باز می‌گردد. در فروردین 97 سیروان خسروی در یک پست نسبت به وضعیت و مشکلات کشور انتقادات تندی را مطرح کرد. نوک پیکان انتقادات او هم نسبت به سلبریتی هایی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 فعالیت های تبلیغاتی داشتند. سپس امیر مهدی ژوله نسبت به آن پست سیروان واکنش نشان داد، ولی در اتفاقی عجیب اینستاگرام این بازیگر و نویسنده سینما و تلویزیون هک شد. پس از هک صفحه امیر مهدی ژوله، بهار رهنما در توییتر ضمن حمایت از ژوله انتقادات تندی را علیه سیروان خسروی مطرح کرد. او در چند توییت نسبت به نظرات سیروان نقدهای جدی را بیان کرد و یکی از مهمترین نکات اشاره شده توسط رهنما همین این بود که سیروان را متهم به جلب توجه با بی‌ادبی کرده بود. در همان زمان و پس از صحبت‌های بهاره رهنما، سیروان خسروی سکوت کرد، اما شایعاتی مبنی بر شکایت او از این بازیگر سینما و تلویزیون شنیده می‌شد. حالا باید دید واکنش بهار رهنما نسبت به این اتفاق و حکم صادره از دادگاه تجدید نظر چه خواهد بود و اینکه سیروان خسروی تا چه مرحله‌ای شکایتش را پیگیری می‌کند. از اینکه در این ویدیو با من همراه بودین از شما متشکرم. لطفاً نظرات خودتون را از طریق کامنت با من و دیگر همراهان این کانال در میون بذارید. تا شیما تیوی دیگه، خدا نگهدار.